گزارش جدید اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از مسلمانان در کشورهای اروپایی با تبعیض و نفرت روزافزون روبرو هستند و زنان محجبه به ویژه در بازار کار و مسکن با موانع بیشتری مواجه می‌شوند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. گزارش جدیدی از سوی آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از مسلمانان ساکن در کشورهای اتحادیه اروپا به صورت روزانه با تبعیض و نفرت ورزی مواجه هستند. این افزایش تبعیض به ویژه پس از تشدید بحران‌های خاورمیانه با روندی نگران کننده روبرو بوده و بر زندگی مسلمانان تأثیر گذاشته است. این گزارش بر اساس بررسی‌های میدانی از تجربیات حدود 96,000 مسلمان در 13 کشور اروپایی تهیه شده و آشکار می‌سازد که مسلمانان به دلیل دین، رنگ پوست، نژاد و پیشینه مهاجرتی خود به طور روزانه با مشکلاتی از قبیل نژادپرستی و آزار مواجه هستند. حدود 50% از شرکت کنندگان در این تحقیق از تجربیات تبعیض‌آمیز خود خبر دادند، در حالی که این رقم در سال 2016 39% بوده است. بر اساس این گزارش کشورهای اتریش با 71% و آلمان با 68% کشورهای اروپایی با بیشترین تبعیض علیه مسلمانان هستند، در حالی که این نسبت در فرانسه 39% و در اسپانیا و سوئد پایین ترین میزان است. همچنین زنان مسلمان به ویژه زنان محجبه در مقایسه با مردان و زنان غیر محجبه با تبعیض شدیدتری در حوزه های کار و مسکن مواجه هستند. آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا بر ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با نژادپرستی و نفرت علیه مسلمانان و حمایت از حقوق آنها تاکید کرده و از اتحادیه اروپا خواسته است با تقویت همزیستی به بهبود وضعیت مسلمانان در این قاره کمک کند.